بسیار زیاد خوش آمدین دکتر سیم. تشکر میکنم. سلام عرض میکنم خدمت بیننده های محترم تلویزیون وطن. سپاسگزار هستیم. برای بیننده های عزیزم بسیار خوش آمدید میگم، برای شما همچنان بسیار خوش هستیم که امروز سر یک بحث بسیار اکادمیک و علمی دکتر سیب صحبت میکنن. اینا یک رساله را به چاپ رساندن یا نشر کردن در جستجوی نظام اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمدتا برای افغانستان. در این رساله که بسیار ارزشمند و علمی که اینا نوشته کردن، تحلیل های بسیار جالب دارن، بخصوص بعد از جنگ دوم جهانی سر نظام های لیبرال دموکراسی غربی، سر نظام های سوسیالیستی، تناقضات از اینا، نتایج از اینا، نتایج رقابت ها در شرایط جنگ، بالاخره سر وضعیت کنونی جهان. و چیزی بسیار جالبه که در این رساله هست، تحلیل بسیار عمیقی که دارن که یک بدیل نظام های لیبرال دموکراسی و بدیل نظام های سوسیالیستی بر زندگی بشریت، که چگونه نظام ها جامعه بشری به سوی رفاه و ترقی میکشانه، چگونه نظام ها هم دموکراسی رو مراعات میکنه، هم رفاه و پیشرفت و ترقی و آبادانی کشورها رو به وجود میاره، تجربه از سالهای 1970 به بعد چگونه است تا کنون. بر صورت ما صحبت کردیم که دکترین ها و جهانبینی های مختلف او زمان سازمان ها و احزاب مختلف تبلیغ میکرد. از اون جمله داخترین جهانبینی که تبلیغ میشد و پرخریدارترین جهانبینی که بین جوان ها و روشن فکر ها تبلیغ میشد، جهانبینی مارکسیستی لینیستی یا آنچه ما سوسیالیزم میگیم. ای اگرچه در نوشته های رسمی کسی از مارکسیسم لینیسم صحبت نمیکرد، ولی فقط از ما قسمی قبلا گفتم از راه رشد غیر دموکراسی و راه رسیدن به یک جامعه دموکراتیک از طریق فعالیت های پارلمانی. این البته حزب دموکراتیک خلق که در اون زمان گروه های خلق و پرچم به صورت جداگانه او را تبلیغ میکردن، از طریق و تبلیغ میشد. در جای دیگه ما همین نظریات چپی از طرف گروه دیگه به نام شعله جاوید ای یک قدم بالاتر می رفتن و چشم از با انقلاب خلق جمهوری خلق چین بود و اشتراکی ساختن اقتصاد در چین مورد علاقه زیاد بود و رسیدن به جامعه مطلوب از طریق جنگ های پارتیزانی و انقلابات محلی تبلیغ می کرد. البته در سطح جهانی در اون زمان ایده های چپی، ایده های سوسیالیستی بازار و خریدار بسیار داشت. این ایده ها قسمی که قبلا گفتم اتکا میکنه، متکی است به مارکسیزم لنینیزم، بخصوص به مارکسیزم، چون مارکسیزم برای ما یک تصویر ساده از تاریخ تمدن جهان ارائه میده، یک تصویر بسیار ساده شده را میگه. تمدن جهان به صورت خطی واقع شده از مردم، از جوامی، از کمون اولیه، به صورت خطی بدون توجه به تفاوت فرهنگ های مختلف در جهان. مردم از کمون اولیه انتقال میکنن به زمان بردگی و دوران بردگی انتقال میکنه به زمان فیودالی، به سیستم فیودالی، و این سیستم فیودالی بالاخره به سیستم سرمایه‌داری مبدل میشه و با سرمایه‌داری هم در اخیر خودش بر اثر تضادهای داخلی خودش به نظام سوسیالیستی پرولتری تکامل، که این یک نظام سوسیالیستی ایجاد میشه که در او وسایل تولید به دست دولت قرار میگیره و دولت است که دولت پرولتری است، و این بالاخره به مرحله ارتقا میکنه که ما جامعه کمونیستی ایجاد میشه که در او دیگه اصلا دولتی وجود نداره.
و ده او وسایل تولید اشتراکی است و تنها تضادی که وجود داره بین مردم است و زحمتکش است و طبیعت است و تکنولوژی. این بیان تاریخ بشر بود به صورت ساده و که او را ماتریالیسم تاریخی میگفتن و یکی از اساسات فلسفی مارکس و انگلس تشکیل می‌دهد. ما در پهلوی از وقتی ما آمدیم به سنهای سی آمدیم به کشورهای غربی جوامع دموکراسی را دیدیم، اقتصادهای سرمایه‌داری از نزدیک دیدیم، تجربه این جوامع را از نزدیک دیدیم. در اینجا ما هم همچون یک جان بیری بسیار به اصطلاح پر تب و تاب مواجه شدیم که این جهانی بیری هم تاریخ بشر به صورت خطی ارزیابی می‌کنیم. این جهان بینی لیبرال دموکراسی و اقتصاد بورژوازی سرمایه داری است که در این گفته میشه که جوامع مردم در گروه های انسانی در جوامع اولیه و مرحله میرسند در زمان سرمایه داری که در او فرد محور حالت های اقتصادی اجتماعی و سیاسی و افراد تصامیم معقول میگیرند، تصامیم عقلانی میگیرند و تصامیم افراد اساس در زمین اقتصاد متکی به عرضه و تقاضای اشیاست، عرضه و تقاضای پول است، عرضه و تقاضای مواد است، عرضه و تقاضای کار است و این مجموعی تصامیم فردی، مجموعی این اقدامات فردی جامعه را به پیش میبره و روز بروز نعمت در جامعه زیاد شده میره. در همچون یک جامعه دولت، نقش دولت بسیار کم است و کم باشه، کمترین مداخله دولت باید در اقتصاد موجود باشه. این البته توسط بنیانگذاران نظام سرمایه‌داری ادم سمیت و دیوید ریکاردو و غیره این تبلیغ شده بود و تئوری معروف لسپسه اینجا مصداق میکنه که دولت ها باید کمترین نقش در جامعه داشته باشه. حتی در این تبلیغ میشه که اقدامات رفاهی دولت باید از طریق موسسات خیریه صورت بگیره، کلیساها و غیره. یعنی دولت و دولت حق نمیتن که در مسائل خیریه هم سهم داشته. نمونه امروزی همچون یک دولت ما در امریکا میبینیم که حتی خدمات صحی پولی شده در امریکا، بر هر چیز ارزش پولی است. هر شفاخانه شما ببینید کوچکترین یک لوله گاز که استفاده میکنن ارزش پولی از این محاسبه میشه و سر از او در خدمات ارزی خدمات سیر قیمت رو محاسبه میشه و در بل دکتر و در بل شفاخانه منعکس میشه و تمام شفاخانه ها در امریکا شخصی است، تمام پانتون ها شخصی است در امریکا. دو اکستریم هست اینجا. ما یک اکستریم نظام اشتراکی رو دیدیم در اتحاد شوروی بود. در اتحاد شوروی گفته شد که ما تئوری مارکس با مرحله لنینیسم ارتقا دادیم و جامعه اشتراکی را ایجاد کرد. این در حقیقت در شروع کار اشتباه بزرگ در اینجا صورت گرفت. آخرین کشور را که مارکس و انگلس در نظر داشتن که در اونجا سوسیالیسم با وجود بیاید اتحاد کشور روسیه. کشور روسیه
حتی با مرحله فیودالیزم از او مرحله سرمایه‌داری از او با مرحله قوام نرسیدن با تناسب کشورهای مانند انگلستان، فرانسه و غیره. بنابراین تطبیق یک جامعه سوسیالیستی در کشور مانند روسیه عقب مانده زراعتی روستایی با تعلیمات مارکس تطابق نداشت. و چیزی که واقع شد و کارفرمای شخصی را پس کردن و یک چند مامور دولت را به عوض از اون کرد. ما یک نظام سوسیالیستی را از این طریق به ایجاد کردن نمیدن و نتیجهش بالاخره همه دید. نتیجهش دیده شد که یک اقتصاد از پویایی باز ماند، خود نوآوری ابتکار متصدی محدود شد، کارفرما محدود شد و اقتصاد به اصطلاح انگلیسی تکنیک در یک جای خشک متحجر منجمد بر جای ماند. یک موتر والگا بر 10 سال تغییر نمیکرد. ما امروز میبینیم که هر موتر تویوتا یا کیا و غیره در هر سال مدل نو میبرد و بعد از 10 سال ما که در موتر والگا تغییر میمد فقط بمپرش تغییر میکرد، انجنش همو انجن برسید. ما همو قسمی که در اکستریم جامعه اشتراکی شوروی را ملاحظه کردیم، در جامعه غربی هم در تیوری های لیبرال دموکراسی هم مشکلات بسیاره موجود بود و موجود است. لیبرال دموکراسی و اقتصاد سرمایه‌داری خصوصی دو معضله بزرگ داره. یک معضله اول از او ایست که این اقتصاد محکوم است با بزنس سایکل. در دوره‌های مختلف 8 ساله و 7 ساله یک رکود اقتصادی، کساد اقتصادی واقع میشه که ناشی از تولید زیاد، عرضه زیاد در مقابل تقاضا و بالاخره پایین افتادن قیمت ها میشه و این سبب بیکاری بسیار بزرگ صورت میگیره. این در طول 100 سال گذشته این چندین بار واقع شده. بزرگترین از او، بدترین از او در زمان سالهای 1930 بود که بسیار در تمام جهان سرمایه‌داری این رکود اقتصادی واقع شد که میلیون‌ها نفر بیکار شدن، مردم به فقر مواجه شدن. نتیجه ای شد که ما دانشمندای مانند جان مینر کینز انگلیسی پیش موندن و نشان دادن که دولت‌ها ناگزیر و مداخله در اقتصاد سرمایه‌داری هستند. اگر دولت ها مداخله نکنند این اقتصاد، این بزنس سایکل ها بسیار خطرناک و شدیدتر واقع میشه و اثرات منفی از او بسیار وخیمتر میشه. کینز که برام اقتصاد کینزیان اکانومی میگن پیشنهاد کرد که دولت از طریق سیاست های پولی، از طریق سیاست های مالی کوشش کنه که تقاضای جمعی را بالا ببره و این کشورها را از بحران ختم کنه و اقتصاد راهنمایی کنه. بسیاری کشورها در جهان غرب این را قبول کرد. کینزن تیوری بسیار معروف شد و سیاست های پولی دولت ها به ایجاد بانک های مرکزی دست زدن. قبلا بانک های مرکزی وجود نداشت. این بانک های مرکزی با وجود آمد. در امریکا تریجری با وجود آمد، یعنی بانک مرکزی امریکا، خزانه داری مرکزی امریکا با وجود آمد که همی اعمال سیاست های پولی و مالی را به عهده گرفتن تا اقتصاد را راهنمایی. یک معضله دیگه اقتصاد سرمایه‌داری موضوع توزیع عواید اضافی هست.
در اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری، در اقتصاد لیبرال دموکراسی بورژوازی که در او دولت ها، اگر دولت ها به اساس تیوری جنگ جان مینند که عمل نکنند، دولت ها خود دور نگه دارند از اقتصاد، موضوع رفاه اجتماعی را در نظر نگیره دولت ها، این موازاد عاید سبب میشه که خلا میان پولدار و مردم غریب بیشتر و بزرگتر و بزرگتر شد. به طور مثال اگرچه نظام سرمایه‌داری تجربه از او در کشورهای غرب و امریکا بسیار درخشان بود، سطح زندگی مردم بالا رفت، سطح عواید مردم بالا رفت، مردم خدمات وسیع امتی بسیار وسیع روزانه مورد استفاده خود به طور مثال موتر، یخچال، ماشین کالاشویی و غیره در امریکا با فرط در دسترس مردم قرار گرفت و مردم و نمونه مثال زندگی امریکایی ایدئال قرار گرفت برای بسیاری کشور. اما به مرور زمان وقتی که اقتصاد بزرگتر و بزرگتر شد و مفاد مازاد عواید بخصوص از توسعه اقتصاد داخلی امریکا، به طور مثال امریکا مثال میگم، به اقتصاد امپریالیستی در سطح جهان این انعکاس یافت و پول های ازی به امریکا سرازیر شد، فاصله خلا میان دارا و نادار بزرگتر و بزرگتر. امروز در 1% بسیار کم، 1% بسیار قلیل مردم امریکا که تعداد از او از چند میلیون بیشتر نیست، بیشترین عاید امریکا را، عاید ناخالص داخلی امریکا را در دسترس خود دارند، یا ملتی میلیاردرها هستند، ملتی میلیونرها هستند و تعداد از او هر روز به روز با پولا از او افزود شدند. اما اکثریت زیاد مردم هنوز در عواید کمتر زندگی میکنن. حتی در ظرف 30 سال گذشته عاید متوسط قابل استفاده در امریکا کمتر از کشور چین شده. انکشاف چین، انکشاف اقتصادی چین در 30 سال گذشته، در 50 سال گذشته، بخصوص بعد از اینکه در وضعی خود بروی تجارت بین المللی باز کرد، بخصوص بعد از اینکه اقتصاد سرمایه داری را پذیرفت، اقتصاد سرمایه داری دولتی را طرف تطبیق قرار داد و تکنولوژی غرب اجازه داد به چین وارد شود و به سرمایه داری خصوصی جهان غرب اجازه داد در چین سرمایه داری کنه و تکنولوژی خود به چین بیاره، عواید و مخصوصا در جریان گلوبالایزیشن یا جهانی شدن اقتصاد تجارت، چین آنقدر غنی شد که و در نه تنها غنی شد بلکه دولت چین قادر شد عوایدی را که در چین میآید این تقسیم کنه در جامعه، با افزایش مزد پرداخته شد، با افزایش معاشات، با بهبود سطح مسکن پرداخته شد، با میلیارد آپارتمان بر مردم ساخته شد، مردم با برق دسترسی پیدا کردن، مردم با خدمات صحی مجانی دسترسی پیدا کردن، مردم با خدمات ترانسپورتی بهتر دسترسی پیدا کردن، مردم با خدمات مخابراتی بهتر دسترسی پیدا کردن. اگرچه مزدها در فابریکات با کشورش چین تبدیل شد به کشور تولیدی صنعتی، کارخانه ها و فابریکات که در جهان، در امریکا و در غیر سایر کشورهای اروپای غربی با مصارف زیاد کار لیبر فعال بودن، با چین منتقل شدن، تکنولوژی خود اونجا بردن
با مزد کم مکار که برای یک فرد چینی بسیار زیاد بود یا با تولید پرداختن و باز تولیدات را پیشان خود بود. امروز این دو کلوت یک بنام یک coefficient of income مفته میشه coefficient of income که ای اگر دیده شود در امریکا ای coefficient of یعنی عاید متوسط مورد استفاده برای خانوارها بر افراد در جامعه ای coefficient در امریکا خط نسبی نزولی را میره و در چین خیر سعودی ما نقطه تقاطع از ای امروز چین بالاتر است از امریکا یعنی در مجموع جامعه امریکا از عایدی که خلق کرد امریکا بسیار مفاد برد از گلوبالایزیشن ما های شرکت ها رو میبینیم که گوگل شرکت امازون شرکت های فیسبوک تویتر و غیره یا شرکت های مایکروسافت بوینگ یا با تریلیون تریلیون عاید داره اما چون دولت لیبرال لیبرالیست بخصوص نیو لیبرال هایی که زمان جورج بوش و بعد در قدرت آمدن سطح تکسیشن مالیه را از بالا از طبقات پولدار از بزرگترین سرمایه دار را بالا نبردن بلکه به می خاطر طبقه بسیار پولدار پولدارتر شده رفت و طبقه پایین جامعه از این نعمت خداداد و دستاورده استفاده نتونست این مشکلات جامعه نظام اقتصاد سرمایه